تفاوت خیزش مردم بلوچستان در این جمعه نسبت به هفته گذشته چی بود و چرا دولت رئیسی لایحه برگزاری اجتماعات را در این شرایط به مجلس رژیم ارائه داده؟ برای پاسخ به سوالاتی که الان خدمتون گفتم همراه میشیم با صلاح عبدالله نژاد. با سلام به شما صلاح. با تشکر از شما علی که این فرصت را دادید و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. بله بسیار عالی. سلام، به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که به نظرت اهمیت خیزش مردم بلوچستان توی این هفته نسبت به هفته های گذشته، یعنی تو این چند ماهی که برگزار شده، چی بود؟ چه چیزی تغییر کرده بود؟ خب میدونید که توی دو هفته گذشته رژیم دست به اعدام های گسترده زد. بیشتر از 70 نفر رو تو همین دو هفته اعدام کرد که 23 نفر اونها از هموطنان بلوچ ما بودن. یعنی در واقع میشه روزی دو نفر فقط از هموطنان بلوچ و روزانه 6 نفر در ایران رو اعدام کرده توی این مدت. خب با توجه به یه همچون وضعیتی به همین دلیل مردم شعار میدادن خامنه ی ضحاک میکشیم زیر خاک، چون ضحاک هم روزی دو نفر در واقع میکشه، ولی الان رژیم آخوندی روزی 6 نفر رو در واقع اعدام میکنه، که البته این آماراییه که اعلام میشه، مطمئنا واقعیت ها بیشتر از این حرف است. بعدش هم یک طرح سرکوبگرانه به نام طرح رعدی یک اجرا کرده که طی 48 ساعت گفته خودش 1118 نفر رو دستگیر کرده. حالا این 1118 تحت هر عنوانی که بخواد دستگیر کنه، ولی واقعیت اینه که اینا بیشتر از در واقع جوانان شورشگر هستن. از اون طرف همزمان با اینا اومده یک طرح دیگه هم سرکوبگرانه اجرا کرده تحت عنوان مبارزه با سلاح و مهمات غیر مجاز، که ادعا کرده که تعداد زیادی سلاح و چیزهای غیر مجاز تو همین رابطه تو این مدت توی سیستان و بلوچستان جمع‌آوری کرده. همزمان با اینا اومده پاسدار سلامی و پاکپور هم رفتن بلوچستان، که خب معلومه رفتن اونا چیزی جز سرکوب بیشتر برای مردم نیست. ولی الان تو گفتی سر سرکوب و برنامه ریزی رژیم، ولی مشخصا سر همین سفر پاسدار سلامی و پاکپور، نمیدونم حتما خودتم خوندی، تمام رسانه‌های رژیم پر شده بود از اینکه اینا رفتن که اونجا خلاصه به مردم خدمت کنن و مشخصا رفته بودن واسه اینکه بیمارستان اونجا افتتاح کنن. خب بله، اولا ادعایی که رژیم میکنه که ما اینکه اژه‌ای هم که رفته بود کردستان برای افتتاح رفته بود، ولی خب رئیس قوه قضاییه رژیم چه ربطی به این چیزا داره؟ کما اینکه پاسدار سلامی و پاسدار پاکپور اولا رفته بودن به اصطلاح برای طرح ایجاد بالگردی و اقدامات سرکوبگرانه، بیمارستانی هم که ادعا کردن بیشتر برای نیروهای سرکوبگر رژیمه، کما اینکه حتی بیمارستانهای دولتی در سایر جای دیگه هم در جریان قیام قهرمانانه مردم ما شاهد بودیم که چطوری رژیم بیمارستان ها را میرفت و زخمی ها را مجددا دستگیر میکرد. همین چند روز پیش بود یک دکتری به نام محسن سهرابی بود که مال سنندج بود، که یک مصاحبه کرده بود، رفته بیرون الان خارج کشوره، و توش افشا کرده بود، گفته بود که اقداماتی که رژیم توی بیمارستان ها در جریان این اقدامات سرکوبگرانه میکنه هیچ چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نیست. اما از این که بگذاریم، خب با توجه به این ویژگی‌هایی که گفتم سر سوال اولتون، خب در چنین شرایطیه که مردم قهرمان بلوچستان میان قیامشون رو انجام میدن و برگزار کردن این هفته هم علی‌رغم همه این اقدامات سرکوبگرانه و خروشیدن و مرزبندی خیلی قاطی هم دوباره با شاه و شیخ داشتن، که تو شعارشون مشخص بود که میگفتن میکشیم میکشیم آن که برادرم کشت، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. و این نشون میده که واقعا ملیت‌های تحت ستم ایران، بخصوص تحت ستم مضاعف مثل بلوچستان، مثل کردستان، هیچ راهی برای مسائل و مشکلاتشون نیست، الا اینکه این رژیم در تمامیتش باید سرنگون بشه و یک دولت دموکراتیک در واقع تو ایران مستقر بشه. بریم سر یک موضوع دیگه، مشخصا هم سر همین لایحه‌ای که جدیداً دادن سر برگزاری اجتماعات به مجلس رژیم دادن. البته یه جوری رفته اصلا نتونستن خودشون هم جمع جورش کنن، اصلا معلوم هم نشد سر و ته این
قضیه چی شد، لایه چی شد، نظرت چیه دربارش؟ اصلا موضوعش چی بود؟ چه توضیحی دادن؟ اصلا چه پیامدی داره؟ تأثیری داره آیا؟ این لایه رو اولا اسمشو گذاشتن لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها. میدونی که اسامی که رژیم میذاره تقریبا همیشه و در همه جا برعکس باید نتیجهش گرفت. یک نمونه بارزش مثلا خمینی وقتی که تصمیم گرفته بود که زندانیان سیاسی رو قتل عام بکنه، اومد یک هیئت گذاشت تحت عنوان هیئت اف، در حالی که هیئت مرگ بود، هیئت کشتار بود. در اینجا هم میاد دقیقا همین کار میکنه. حالا اومده برای به اصطلاح میخوام بررسی کنن روش ها و راه های برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها رو، ولی تمام موادش یک به یک هر کدوم رو نگاه میکنی بیشتر برای محدود کردن و برای جلوگیری از هر گونه تجمع و راهپیمایی. مثلا یک قلم گفتن که در این اجتماعات نباید صورتاشون پیدا باشه، چیز باید صورتاشون پیدا باشه و نباید صورتاشون رو بپوشونن و میخواد به این ترتیب مثلا جلوی حضور اینا رو بگیره یا اینا رو راحت‌تر شناسایی بکنه، اینا رو بعداً دستگیر بکنن و سرکوب بکنن. در جریان جنگ گرگای درونی رژیم یکی از جناهای رژیم نوشته بود که این در واقع هفت خان برگزاری اجتماعات، یعنی خودشون هم اعتراف کردن به اینکه یه همچون وضعیتی داره این طرح. بله، یعنی در واقع اگه بخوایم اسمشو بذاریم باید بگیم که یک راه حلی دادن واسه سرکوب کم هزینه واسه خود حاکمیت، به جای اینکه بله دقیقاً بدن برای اینکه چجوری مردم بتونن اجتماعات داشته باشن و اعتراض کنن. حالا تو همین شرایط، تو همین شرایط ضد و نقیض و تناقضی که رژیم داره، دیدیم که امام جمعه های رژیم تو این جمعه‌ای که گذشته همین دو سه روز پیش اومدن کلی حرف زدن. اینا نکاتشون رو چی متمرکز بود و چه پیامی داشت خلاصه حرفاشون؟ در واقع این در جمعه بازارهای خامنه‌ای که جنگ گورکا و در واقع حراس از فوران خشم و خطر قیام خیلی بارز و برجسته بود تو صحبتاشون، فقط هم به امام جمعه ها موکول نمیشه، به در سایر روزنامه و مقامات رژیم هم به طور واقعی ابراز وحشت میکنن از این وضعیت. کما اینکه همین امروز قالیباف که سخنرانی داشت در واقع این موج میزد لابلای صحبتاش، ترس و وحشتش از دوباره گسترش قیاما. حالا در تضادش که با رئیسی جنایتکارم داره به کنار در دستگاه جنگ گرگا، یا مثلا یک فردی به نام محمد جواد اخشناس گفته بود با آتش زیر خاکستر در واقع الان ما مواجه هستیم. حالا امام جمعه را سوال کردید، واقعا تقریبا تمام امام جمعه ها به صورت یک نواخت ابراز وحشت داشتن تو این رابطه. مثلا امام جمعه رژیم تو جمعه بازار یزد، آخوندی به نام محمد رضا مدرسی، این گفته بود که امروز اندکی غفلت، اندکی سادگی ممکنه هستی یک ملت را به باد بده. حالا ملت منظورش رژیم آخوندی، یعنی هستی این رژیم رو در واقع به باد بده و تمام این رژیم رو جارو بکنه. بعد گفته بود که کسایی که مسئولیت دارید در هر مقامی هستید مواظب باشید، الان ارتباطات اینترنتی در واقع تا عمق خانه های مردم نفوذ کرده. یا آخوند سعیدی در جمعه بازار قم، اینم روز 22 اردیبهشت همین دو سه روز پیش، گفته بود که خطراتی که از ناحیه مجاهدین خلق میرسه با هیچ خطری قابل مقایسه نیست. بعد گفته بود که اتفاقاتی که در جامعه میفته، هر اتفاقی داره میفته، حضور و نشانه و اثری از مجاهدین خلق رو باید توش ببینید. یا آخوند بی‌نیاز در جمعه بازار کیش، اونم گفته بود که کشته شدن دو مدافع امنیت در هفته گذشته و این ترورها و این به اسم مجازات‌های انقلابی رو گذاشته ترور، گفته نشون میده که دشمن دستبردار نیست و همچنان دارن نقشه میکشن و طراحی میکنن و دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستن. در جمعه بازار تهران هم که آخوند علی اکبری بود که گفته بود که مشکل مسکن واقعا کمر مستاجرارش کنه، دارن در واقع در دعوای گرگا، جنگ گرگا، به یک سری مشکلات مردم هم مجبورن اشاره بکنن. و حتی بعضی از جاها روزنامه امروز صبح نوشته بودن که وضعیت کمرشکن اجاره بهای مسکن به جایی رسیده که خانواده ها دیگه میدونی که مشترکن در واقع توی خونه زندگی میکنن و یه همچون وضعیت پیش اومده. میگفتن تو خونه حتی 6-7 متری دو تا خانواده با آره دیگه، برای اینکه چون پول ندارن که کرایه بدن.
در باره همین موضوعی که گفتی، البته این گرونی فقط به مسکن محدود نمیشه دیگه. الان میگن مثلا سبد معیشت بالای 18 میلیونه تا 19 20 میلیونه، یعنی خط فقر رو اگه بخوای حساب کنیم بالای 20 میلیون شده. حتی بعضی از خود مهرهاش میگن تا 22 میلیون تومان، یعنی کسی که 22 میلیون تومان زیر 22 میلیون حقوق ماهیانش هست زیر خط فقره. حالا درباره به همین وضعیت، چون هشدارشون هم مشخصا به خاطر همین بنبست اقتصادی و بحرانی است که گریبانگیر کل رژیم است، در حالی که خامنه ای اگه خاطرت باشه امسال رو به نحو مسخره مثل هر سال گذاشت اسمش رو رشد تولید و مهار تورم. چی شد این وضعیت؟ هر سال خامنه ای الان بیشتر از 10 ساله یک نام اقتصادی در سال جدید روی سال میذاره و هر بارم یک ماه یا دو ماه هم نگذاشته شکست این اثر عکس میذاره، اثر عکس میذاره و مشخصه. مثلا همین روزنامه ستاره صبح رژیم نوشته بود که چند ماهی که اصلا بانک مرکزی دیگه آمارم نمیده. اینا فکر میکنم وقتی که آمار نمیدن انگار مشکل حل میشه، یا دولت آمار نمیده مشکل حل میشه، در حالی که مثل اینه که مثلا یک نفر بیماره، حالا ما به جای اینکه با تبسنج بیماری تبشو بسنجیم بیایم تبسنج بشکنیم، خب شکستن این تبسنج چه تضادی از این بیمار حل میکنه که تب داره، غیر از این که ما رو در واقع از دیدن واقعیت ها دورتر میکنه و مشکل بیمار دیرتر حل و فصل میشه، که اینو خود رسانه های رژیم و افرادی مثل عباس عبدی و اینا توی مصاحبهاشون مفصل به این موضوع پرداخته بودن. یعنی واقعیت اینه که جلوگیری از انتشار آمار مسئله حل نمیکنه و تورم در خیلی جاها خود مردم معتقدن که بالای 100%، البته رژیم آمار 48% و بعضا تورم نقطه به نقطه 73% و 76% حتی گفته بودن، ولی خود مردم آمار 100% دادن و دولت هم فکر میکنه که راه مهار همین حذف گزارش های آماریه، در حالی که به طور واقعی الان یکی از این آخوندهای رژیم که تو فضای مجازی هم پر شده بود به جای مهار تورم گفته بود ما باید بگیم بهاره تورم، یا یکی از همین نماینده‌های مجلس چند روز پیش گفته بود که خامنه‌ای که اسم سالو گذاشته مهار تورم و رشد تولید، ولی واقعیت اینه که رشد تورم داشتیم و مهار تولید. این وضعیت رژیمیه که برای مردم هیچ راهی در واقع غیر از سرنگونی باقی نمیذاره. بله، در واقع همین موضوع تورم که گفتی فکر کنم دو سه روز پیش هم بود که هم رسانه‌های رژیم اعلام کردن تورم به اسم تورم اسمی اسمشو گذاشته بودن که از فروردین 401 تا فروردین 402 بالای 76% بود، یعنی همه اون داستان‌های 45% و اینا اصلا کلن دروغ بود و دو برابر و حتی سه برابر اون چیزی که خودشون اعلام کرده بودن تورم است. بله، خیلی ممنون سلا از وقتی که گذاشتی و در برنامه امروز ما شرکت کردی. با تشکر از فرصتی که دادی. خدا نگهدار.